رایزنی سفیر ترکیه در کابل با مقام های امارت اسلامی و شمار از چهره های سیاسی از بهر نزدیک ساختن کابل با جامعه جهانی. جهاد ارگونای در ادامه دیدارهایش با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین دیده است و دو طرف در مورد نشست هفته آینده که در دوحه برگزار می شود بحث کردند. آقای کرزی گفته است که نشست دوحه برای برقراری صلح و ثبات در کشور و مطالبات بین المللی ضروری است. دو طرف همچنان بر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و لغو ممنوعیت کار زنان نیز تأکید کردند. از من پند داغسی لید کاته چی دیه و دونو او دی چارواکو ترمنسکیگی که آغا پخانی دی که وسنی دی یعنی آغا وانانو تا چی آغوی دی افغانستان پو طولانا که مخکخ دی نو مفید وکی که دلشی زکا چی وران دلدی چی کم دول مذاکرات وشی پو چی باندی بحث وشی ها دی اکل دی اجانده پو جوڑاولو که مسمیر تمامیگی چی وروست بیا که خدای میرابانو بی کتلی نتیجه تو برسید. برخ آگاهان باور دارند بحث و گفتگو میتواند مشکلات افغانستان را حل کند، در صورتی که دو طرف از صداقت لازم کار گیرند و همچنان از اشتباهات گذشته درس گرفته شود و به مشکلات ملی کشور توجه بیشتر شود. برای ثبات کشور بهتر است که در گام نخست و چالش های ملی تمرکز صورت گیرد و نشست های ملی و مردمی در داخل کشور سازمان داده شود، یعنی بر مبنای تفاهم ملی بودی بین المللی در رابطه با قضاهای کشور مورد توجه قرار گیرد. با این حال وزارت خارجه آمریکا میگوید که موضوع به رسمیت شناختن امارت اسلامی جزء آجندای کنفرانس دوحه نیست. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید دارد برخی از موارد نقض مداوم حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان و دختران افغان از جمله مسائل است که مانع تعامل جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی می شود. ما و جامعه جهانی به رسمیت شناختن طالبان را روی میز نداریم. قرار نیست به رسمیت شناختن طالبان محور این نشست باشد. در مورد طالبان به طور کلی ما بسیار صریح بوده ایم و با تعدادی از موارد نقض مداوم حقوق بشر به ویژه ممنوعیت ها به کار و آموزش زنان و دختران مخالف هستیم و این همچنان یکی از موانع کلیدی در برابر تمایل آنها برای به رسمیت شناختن بین المللی است. با این همه قرار است هفته آینده سرمنشی سازمان ملل متحد با نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان نشست در دوحه داشته باشند و در این نشست مسیرهای به رسمیت شناختن امارت اسلامی هم به بحث گرفته می شود. هرچند که دیدگاه های شرکت کنندگان این نشست در مورد به رسمیت شناختن امارت اسلامی گوناگون است.